کدام یک صابرترند، ایوب یا علی؟ بینندگان گرامی، الله عزوجل در قرآن پیامبرانش را به عنوان یک الگوی کامل معرفی می کند و بعضی از آنها در برخی از صفات برتر از دیگران می باشند. به همین علت الله عزوجل پیامبرش ایوب علیه السلام را الگو و اسوه صبر معرفی می کند. اما آخوندها می گویند صبر امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه بالاتر از صبر ایوب و یعقوب و یوسف بوده و صبر اینها به صبر علی نمی رسد. صبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام زبان عاجزه که بخواد وصف بکنه صبر این آقا را. اول معنی اولی نیست، یعنی بالاترین از نظر رتبه، یعنی صابرترینن. یعنی بعد از پیغمبر اکرم، یعنی مثلا وقتی اشاره میشه حضرت ایوب، ایشون پیامبر صبر بودن، در صبر خیلی داستان ها دارن. ما به صبر امیرالمومنین منظور اولی نیست، منظور بالاترینه. درسته، بالاترینه. یعنی ایوب پیغمبر و یوسف و یعقوب اینها نمیرسن صبرشون به امیرالمومنین. یعنی ایوب پیغمبر و یوسف و یعقوب اینها نمیرسن صبرشون به امیرالمومنین. در صفات نیک و پسندیده هیچ شکی نیست که علی رضی الله عنه به مانند دیگر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دارای صفات نیک و پسندیده ای بود. اما علی کجا و پیامبران مقرب الهی کجا؟ کسی که الله در کلام پاکش از او به عنوان بنده صبور و شاکر یاد کرده است و این آخوند رافضی علی را بالاتر از انبیای اولوالعزم الهی می داند. الله عز و جل در قرآن کریم آیات متعددی را در بیان صبر ایوب نازل نموده، من جمله اینا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. به راستی که ما ایوب را شکیبا یافتیم، چه بنده نیکی، او بسیار توبه کننده بود. آیا پیامبری که الله متعال از بالای هفت آسمان او را الگوی صبر معرفی کرده با یک انسانی که به این درجه از منزلت نرسیده قابل مقایسه است؟ اگر چنین نیست، پس چرا الله عزوجل در قرآن علی را که از دید آقایان الگوی صبر است معرفی نمی کند و شخصیتی ناقصتر از ایشان را در قرآن به عنوان الگوی صبر معرفی می کند؟ آیا این سخن عظمت قرآن را زیر سؤال نمی برد؟ الله متعال در سوره مبارکه انعام بعد از ذکر نام 17 پیامبر بزرگوار در آیات 83 تا 86 در پایان می‌فرماید: و کلا فضلنا علی العالمین، و همه را بر جهانیان برتری دادیم. در ادامه در آیه 90 ما را به اقتدا به آنان امر می نماید. ایشان کسانی هستند که الله هدایتشان نموده است، پس از شیوه آنان پیروی کن.